سفر پمپیو در حال صورت میگیرد که تعداد از مقامات امریکایی که نخواستند نامشان فاش شود دیروز به آژانس خبری فرانسه و رویترز گفتند که ایالات متحده به این نتیجه رسیده است که حمله علیه تأسیسات نفت عربستان سعودی از جنوب غربی ایران صورت گرفته و در آن از میزایل های کروز استفاده شده است ایران امروز دوباره این اتهامات را تکذیب کرده و میگوید که تهران در انجام آن نقشی نداشته است موضوع کاملا روشنی است و این ادعاها و اتهامات اولا به طور کلی و جدی و قطعی رد میشه و از طرفی هم فکر میکنم که به هیچ جایی نخواهد رسید رئیس جمهور ایران نیز امروز گفت که عربستان سعودی این حمله را باید به با عنوان یک هشدار برای احتمال جنگ بزرگتر در پاسخ بعد دخالت نیروهای ائتلاف تحت حمایت آمریکا در جنگ یمن تلقی کند اینا یک مرکز صنعتی رو حمله کردند برای اینکه به شما هشدار بدن درس یاد بگیرید از این هشدار به فکر این باشید که جنگ در منطقه خاموش بشه در اقدام دیگر روحانی در نامه خطاب به حکومت امریکا که دوشنبه به سفارت سوئیس در تهران داده شده دخالت در این حمله را رد کرده و هشدار داده که هر نوع اقدام علیه ایران با پاسخ فوری آن کشور روبرو خواهد شد با وجود انکار ایران جوزف دنفرد لوی درسیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده آمریکا دیروز در جمع خبرنگاران در لندن گفت که نشانه های فعلی دست داشتن ایران یا گروه های نیابتی آن کشور را در این حمله نشان می دهد و تأکید کرد که گزینه نظامی تنها یکی از گزینه های موجود برای واکنش به ایران است برخی قانونگذاران آمریکایی اما از سیاست های خارجی اداره رئیس جمهور ترامپ در قبال این حمله ناراضی هستند من هیچ مدرکی را که نشان دهد اوسی توانایی انجام چنین حمله را علیه عربستان داشته باشند ندیده هم. ما امروز اطلاعات بیشتر در این باره دریافت خواهیم کرد اما فکر می کنم سیاست خارجی غیر ثابت رئیس جمهور ترامپ که گفته است منتظر عربستان سعودی میماند است. با این حال مقامات آمریکایی منتظر بررسی شواهد هستند و مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده نیز میگوید که اگر ایران حمله شنبه را به خاطر اینکه رئیس جمهور ترامپ را برای لغو تعزیرات علیه ایران تحت فشار قرار دهد آنها در این هدف ناکام خواهند ماند با بالا گرفتن تنش در منطقه کشورهای مختلف جهان نیز در این باره واکنش نشان دادند رئیس جمهور فرانسه امروز به ولیعهد عربستان گفت که برای وضاحت درباره این حمله یک تیم از متخصصان فرانسوی برای تحقیق روی مدارک حمله به عربستان میروند و وزیر دفاع ژاپن نیز گفت کشورش هنوز مدارکی را که بیانگر دخالت ایران در این حمله باشد را ندیده است. کرملین امروز اعلام کرد که رئیس جمهور روسیه درباره افزایش سطح تولیدات اوپک با عربستان سعودی گفتگو نکرده است و صدر آلمان هم دیروز گفت که پس از حمله به تاسیسات نفت عربستان سعودی شاید وقت آن باشد که کشورش ممنوعیت فروش تسلیحات به عربستان را لغو نماید.